بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین دوباره به گروه آموزشی کتاب. ما ایمال صوفی‌زاده هستم. موضوع امروز ما سیسکی پاسورد است. What is Syskey password? Syskey password چی هست؟ Syskey password is used to protect our operating system. Syskey password استفاده می شود به خاطر محافظت کردن سیستم عامل ما یا operating system ما و یا هم ویندوز ما. اگر ما بخواهیم که آپریتینگ سیستم خود را بیشتر سکیورتر بسازیم و امنتر بسازیم، از Syskey password ما استفاده میکنیم. Syskey password was introduced in Windows NT SP3. Syskey password اولین بار معرفی شده بود در Windows NT SP3. NT یعنی New Technology و SP3 means Service Pack 3. Windows NT همانند Windows 95 بود، اما ویندوز اینتی خوبی های خود داشت که از جمله Syskey password خوبی های ویندوز اینتی می باشد. پس ما به شکل عملی Syskey password استفاده می کنیم که چطور می توانیم Syskey password ما اینیبل بسازیم در ویندوز ما. ما امی Syskey password در ویچوال ماشین بر شما کار می کنم، چون کامپیوتر وقتی که ما بخوایم ریستارت بکنم شما باید Syskey password عملا باید ببینین. اولین مرحله وینکی پلاس آر رن باز میکنین و رن که باز کردین در رن شما نوشته میکنید که Syskey، تنها Syskey نوشته کرده و اوکی میگین. در صورت که اوکی گفتین برای شما این پنجره باز میشه، شما چی را کلیک میکنید؟ بتن اپدیت. در صورت که اپدیت کلیک کردین برای شما یک پنجره دیگه باز میشه. اولین بار پسورد استارتاپ است و دومین شیوهش یا دومین بارش سیستم جنریت پسورد است. پسورد استارتاپ چی کار میکنه؟ وقتی که ما کامپیوتر خود را یا ویندوز خود را ریستارت بکنیم، اگر پسورد درخواست بکنه، ما از چی استفاده میکنیم؟ از پسورد استارتاپ استفاده میکنیم. و تر مثال ما میرم میخم تکمار بکنم، ببینید در این قسمت هم پسورد فال شد و هم قسمت کانفرمش. و سیستم جنریت باز به دو بخش تقسیم شده، یکی استور استارتاپ کی آن فلوپی دیسک و دومش همچنان استور استارتاپ کی لوکالی. اگر من این آپشنش استفاده بکنم، باید ما اینمی پسورد شو یا در فلوپی دیسک ما ذخیره نماییم و یا هم در فلش. وقتی کامپیوتر ریستارت میکنیم، آپشن Syskey password وقتی که میای برای ما، باید فلوپی دیسک انزرت بکنیم که ما داخل ویندوز خود شیم و یا هم فلش. وقتی که فلش بخوایم انزرت بکنیم، ویندوز ما شما چی میشه؟ آن میشه و یا هم میای. و اگر استارتاپ کی لوکالی انتخاب بکنیم، اگر دوباره بخوایم که پسورد را ریموو بکنیم و یا از بین ببریم، از این آپشن ما شما استفاده میکنیم. پس اولین کاری که ما شما میکنیم از پسورد استارتاپ استفاده میکنیم. در این قسمت پسوردتون انزرت کرده، همین پسورد را که شما در بالا انزرت کردین در پایین هم امیر دوباره نوشته بکنید که کانفرم شوه. پسوردتون باید سیم باشه، یعنی یکسان باشه و بعد میگم که اوکی. برای ما مسیج آمد در اکاونت دیتابیس استارت اپ کی واز چینج. حالا همین رو اوکی میگن. حالا ما ویندوز خود را ریستارت میکنیم. وقتی که شما ویندوز خود را ریستارت میکنید، اولین مرحله از پیش شما Syskey password را میخواید. وقتی که Syskey password شما انزرت کردین، بعدا برای شما یوزر هایتون میاید، یعنی یوزر احمد، یوزر محمود، کدام یوزر. وقتی که همون یوزرتون هم پسورد داشته باشه و یوزرتون رو کلیک میکنین، پسورد انزرت میکنین که داخل آپریتینگ سیستمتون شین. پس ببینید از پیش ما شما پسورد درخواست کرد. پس در این قسمت ما چی میکنیم؟ پسورد خود انزرت میکنیم و انتر میکنیم. در صورت که انتر کردیم، حالا ببینین اپلاین کامپیوتر سیتینگ آپشن دومش، یعنی باید ما شما پسورد یوزر خود انتر بکنیم. تا وقتی که استارت میشه یعنی میای، ما ریکارد البته پاز میکنیم چون وقت زیاد نگیره. حالا ببینید از پیش ما شما پسورد یوزر ما رو درخواست میکنه. میره فول اسکرین میسازم، پسورد انزرت کرده و انتر میکنیم. حال داخل آپریتینگ سیستم ما شدیم. این بود طریقه فعال کردن و یا انیبل کردن Syskey password. چطور میتونیم که دوباره ما را انیبل بسازیم، یعنی از بین ببره میشه؟ به خاطر از این کار شما باز هم وینکی پلاس ها رن باز میکنید، Syskey تایپ کرده و انتر میکنین، اپدیت میگین. به خاطر
دیسیبل کردنش شما مین سیستم جنریت انتخاب میکنید، البته استور استارت تپ که لوکالی رو تک مارک میکنید. اگر ما تک مارک بکنین پسوردش در فلاپی برای شما انزرت میشه، یعنی سیسکی میباشه. باید از طریق فلاپی و یا فلش شما چیکار بکنین؟ داخل کامپیوتر شما باید چین پسوردش انزرت بکنه. فلاپی و یا هم فلش کدام ها هست؟ ما برای شما ایره هم شو میکنم نشان میتم. ببینین دوستای عزیز، این هم فلاپی دسک است و این هم فلش که میتونه شما پسوردش در فلاپی دسک ذخیره بکنه و یا هم در فلش. من میخوام کمی سکی پسورد ریموو بکنم. به خاطر از این شما استارتاپ کی لوکالی رو انتخاب کرده و اوکی میگین و دوباره اون پسورد که چند لحظه پیش داده بودین رو دوباره انزرت بکنین. پسورد میگه که یکسان نیست البته. حالا ها درست شد. اوکی، حالا کامپیوتر خود ریستارت میکنیم. در صورت که ما کامپیوتر خود ریستارت بکنیم سیسکی پاسورد درخواست نمیکنه. به خاطر چی؟ که ما سیسکی پاسورد دیسیبل کردیم، برای ما شما نمایش نمیده، مستقیم در یوزر ما میره. یعنی پاسورد یوزر خود باید ما انزرت بکنیم. ببینین از پیش ما شما سیسکی پاسورد درخواست نکرد دوست عزیز. مستقیم آمد در قسمت یوزر ما. حالا ما یوزر پسوردش انزرت میکنیم و داخل یوزر خود شدیم. اگر میخواین با ویدیوهای بیشتر ما دسترسی کامل داشته باشین، پس چینل فیسبوک ما را لایک کرده و همچنان چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید دوست عزیز. با امید داری ریکارد بعدی.